ناامنی، دخالت زورمندان و عدم آموزش درست ناظرین انتخاباتی از نگرانی های جدی برخی از فعالان مدنی، سیاسی و برخی از اعضای شورای ولایتی هرات در انتخابات ریاست جمهوری است. این نگرانی ها در نشست مشترک مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی و فعالان مدنی مطرح شد. از سوی هم کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات از آمادگی ها برای ثبت و بررسی شکایات انتخاباتی و گونه بی‌طرفانه و همه جانبه سخن میزند. ناامنی، عدم آموزش درست ناظرین انتخاباتی و دخالت زورمندان از چالش های جدی انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به شمار می روند. در نشستی که شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی، فعالان مدنی و سیاسی و برخی از اعضای شورای ولایتی با مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی به هدف هماهنگی بیشتر برای نظارت دقیق و همه‌جانبه از روند انتخابات برگزار کردند، این چالش ها مطرح می شود. متاسفانه چالش ناامنی هنوز به عنوان جدی ترین معضل سر راه پروسه انتخابات هست، اما ما کوشش کردیم که ناظرین جامعه مدنی محلی انتخاب کنیم تا اونا در ازمو حوزه خود بتونن نظارت کنن و گزارش بهتری برای ما ارائه کنن، ولی متاسفانه هنوز هم مشکل بسیار جدی است و ممکن در روز انتخابات نگرانی های امنیتی بیشتر بشه. از عملیاتی و چه لازم مدیریت انتخابات تا اون سر دو کمیسیون، یعنی هم کمیسیون شکایات انتخاباتی و هم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون های صحیحی، از اینا نتونستن به دلایل مختلفی کار خانگی خود را به انجام برسانند. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات هم با تایید چالش های ذکر شده فرار راه انتخابات ریاست جمهوری، عدم آموزش درست ناظران انتخاباتی را از چگونگی روند نظارت در روز انتخابات را از دیگر چالش ها بیان می کنند. اما یک از دغدغه هایی که وجود داره شیوه نظارت و شیوه مشاهدین و گرفتن مجوز در روز نظارت از کمیسیون انتخابات یک جای نگرانی هست که اگه شیوه گرفتن مجوز یاد نداشته باشن و شیوه نظارت یاد نداشته باشن، به دلیل از اینکه این دو دوره انتخابات، جرایم انتخاباتی و تخطی های انتخاباتی جدا شده و این یک مقدار ممکن مشاهدین و ناظرین به دغدغه بندازن و نتونن اونها به صورت درست از وضعیت انتخابات نظارت بکنن. و این همه هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی چالش های ذکر شده را میپذیرد، اما مسئولان آن از آمادگی هایشان برای ثبت، نظارت و بررسی دقیق شکایات انتخاباتی به گونه بی‌طرفانه سخن میگویند. این جدیت هم از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود داره و هم نهادهای امنیتی هم با ما همکار هستند، خود مقام ولایت با ما همکار هستند و بر ما اطمینان دادند که به هیچ عنوان اجازه همچو اعمال داده نمیشه در روند انتخابات و اگر احیانا باز هم کدام مورد دیده شد، ما باز هم البته مصر در روی مستندسازی هستیم که همراه با اسناد، شواهد و مدارک ما تصمیمی را که یا صلاحیتی را که بر ما داده شده حتما اعمال میکنیم. در این میان اداره محلی هرات هم سخن از افس بی‌طرفی در انتخابات ریاست جمهوری به میان آورد و میگوید این اداره با تمام قوت مصمم است تا جلو زورمندان را در روز انتخابات در این ولایت بگیرد.